دوستان عزیز نازنین، امیدوارم هر جای دنیا هستید دلی شاد، مغز جوان، تنی سالم داشته باشید. مدتی است از برنامه یوتیوب دورم، واقعیت یه مقدار مشکلات داشتم، خونه جدید عوض کردم و یکم این که با دوستان داخل ایران ارتباطمون قطع شده به دلیل مشکلات فنی و این باعث شده که نتونیم برنامه اجرا بکنیم، ولی امیدوارم از این به بعد بتونیم برنامه های پشت سر همی داشته باشیم. امروز میخوام در مورد مطلبی صحبت بکنم که چند وقت پیش از یک برنامه ساز ترک در یوتیوب دیدم. من اسم ایشون رو، آدرس سایتشون رو در قسمت نظرات این برنامه خواهم گذاشت، در توضیحات خواهم گذاشت که شما بتوانید اصل دیدگاه های ایشون رو ببینید. برنامه های جالبی داره، من قسمت های زیادی از برنامه هاشون رو دیدم، در تلویزیون های ترکیه هم برنامه میذارم. یه دیدگاه جدیدی داره بر اساس اون تفکری که من روز اول دوست داشتم با همدیگه برنامه داشته باشیم و صحبت بکنیم که دیدگاه جدیدی رو بررسی بکنیم، نوع دیگه‌ای به دنیا نگاه بکنیم، شاید راه حل جدیدی رو پیدا بکنیم. ایشون نوع دیگه‌ای داره به دنیا نگاه میکنه. من میخواستم در مورد این دیدگاه جدید این دوست عزیزمون صحبت بکنم. اسمشون ارتان ازگیت، یک برنامه خوب تلویزیونی داره. من نقشه رو که در اینجا اگر با چیز نگاه بکنید، نقشه رو گذاشتم اینجا، نقشه دنیا. قسمت بالا که به صورت نارنجی هستش کشور روسیه رو داره نشون میده و این کشور روسیه، من ببینم اینو میتونم بزرگتر بکنم. خب اینو به صورت کلی گذاشتم داخل اینجا، خودم رو حذف کردم. خب ببینم اگه بتونم، خب من خودم هم بیام این قسمت پایین. اگه نقشه رو نگاه بکنید، ایشون معتقده که جنگ جهانی سوم در جنوب شرق آسیا اتفاق خواهد افتاد، در قسمت دست راست نقشه وقتی نگاه میکنید، بین چین و هندوستان. چین و هندوستان دو کشور بزرگ اتمی هستن که هر کدومشون بالای 1 میلیارد نفر جمعیت دارن. چین و هندوستان مشکلات بسیار زیادی مرزی دارن در قسمت‌هایی که بهش میگیم تبت. هم چین معتقد است که خاک ایشونه و هم هندوستان معتقده که خاک ایشونه. هندوستان همونجوری که خبر دارید با پاکستان هم درگیری داره سر کشمیر. و اگه به تاریخ منطقه نگاه کرده باشید، هندوستان که به بمب اتمی دست پیدا کرد، پاکستان با کمک چینی ها و دکتر عبدالقادر خان تونست به بمب اتمی دست پیدا بکنه. یعنی بمب اتمی پاکستان رو چینی ها بهش کمک کردن. اگر ایشون پیشبینیشون اینه که یک مشکلی هست، چین و هندوستان به دلیل اینکه جمعیت زیادی دارن احتیاج به فضایی دارن برای نفس کشیدن، برای اینکه جمعیتشون رو به اصطلاح بتونن در اون مسکن بدن. پیش بینی میکنن که مهاجرات گسترده اتفاق بیفته در چند سال آینده و این خطر بسیار بزرگی خواهد بود برای روسیه. چون اگه نقشه روسیه رو نگاه بکنید، جمعیت روسیه بیشتر در قسمت‌های غربی روسیه که به اتحادیه اروپا نزدیک مستقره و قسمت‌های شرقی روسیه تقریبا خالی از سکن است. و ایشون معتقده که خطر بزرگ برای روسیه در حال حاضر چین و هند هست. ایشون معتقده که دستبندی دو تا جنگ در آینده اتفاق خواهد افتاد. پیشبینی ایشون هم این است که جنگ جهانی سوم در حال اجراست، در حال حاضر داره ادامه پیدا میکنه. معتقدن که در جنگ جهانی محتمل دو تا جنگ رو پیش بینی میکنن، یکیشون جنگ جهانی سوم و یکیشون جنگ آرماگدون یا جنگ روز قیامت، جنگی که بین دین ها اتفاق خواهد افتاد، بین مسیحیت و یهودیت و اسلام. این جنگ آرماگدون بالاخره در خاورمیانه اتفاق خواهد افتاد و معتقده که بعد از جنگ جهانی سوم اتفاق خواهد افتاد و ریشه دین رو به کلی از بین خواهد برد. ایشون معتقده که قسمت‌هایی از روشنفکران دنیا در حال حاضر به این نتیجه رسیدن که جمعیت موجود در کره زمین بسیار بالاتر از ظرفیت کره زمین است و بیشتر از 500 میلیون نفر نباید در کره زمین زندگی بکنه. و اگر جنگ اتفاق بیفته بین چین و هند، تقریبا 2 میلیارد تا 3 میلیارد، چون بالای 1.5 میلیارد هستن بعضیاشون، چون اون جنگی رو که ایشون پیش بینی میکنه پاکستان درش هست، هندوستان درش هست، اندونزی، مالزی،
آمریکا در قسمت‌هایش و ژاپن به اصطلاح درگیر این موضوع خواهند شد، تایوان درگیر این موضوع خواهد بود، موضوع تایوان هست، موضوع کره شمالی و کره جنوبی هست. پیش بینیشون اینه که اون کشورهای متحدین و متفقین که در جنگ جهانی دوم هم داشتیم به این شکل خواهد بود که کشورهای متفقین شامل آمریکا، روسیه و هندوستان خواهد بود و ژاپن و اندونزی و به اصطلاح فیلیپین و مالزی و کره جنوبی اینا در این قسمت متفقین قرار خواهند گرفت و متحدین اینجایی که خیلی وقتا برای من هم جای یک لحظه شوک بود، ایشون معتقده که در متحدین آینده انگلستان همراه چین خواهد بود و پاکستان. دلیلی که اینا معتقده که انگلستان همراه چین خواهد بود این است که اقتصاد چین در حال حاضر با پولهایی که از طرف بانکهای انگلیسی تزریق میشه به اقتصادش روی پا ایستاده و داره رشد میکنه و معتقده که جنگی که در حال حاضر در غزه وجود داره جنگی برای سرگرم کردن آمریکا در خاورمیانه، برای اینکه این جنگ جهانی سوم دیرتر اتفاق بیفته. ایشون معتقده که به اصطلاح حماس و اسرائیل و تمام اون کسایی که الان در جنگ غزه و در این مسئله درگیر هستن اینا از تفکر اون دولت نهان انگلستان دارن استفاده میکنن و با این دیدگاه دارن در اون جنگ شرکت میکنن و این جنگ فقط وظیفش اینه که یک مقداری جنگی رو که در جنوب شرقی آسیا در اقیانوس آرام اتفاق خواهد افتاد به تأخیر بندازه. ایشون معتقده که در این جنگ بمب اتمی به کار برده میشه و احتمالاً ترکیه و کشورهای ترک زبانی مثل قرقیزستان و ازبکستان و اینا که مرز بین چین و روسیه رو تقریبا دارن پوشش میدن و مانع مثلا هجوم این اقوام چینی زبان و ترک هندی به روسیه هستن، احتمالاً ترک ها طرف متفقین خواهند بود. برحال معتقده که ترکیه در جنگ جهانی سوم شرکت نخواهد کرد ولی وجود دولت‌های ترک باعث میشه که صدی باشه بین کشورهای جنوب آسیا برای رسیدن به روسیه. اگر نقشه رو دقت بکنید از مغولستان گرفته تا ترکیه این قسمتش بین چین و روسیه کشورهای ترک زبان هستند و ایشون معتقده که این ضامن این هستش که چینی ها و هندی ها به کشور مثلا روسیه نرسن. اتفاقا قسمتی هم که خودشون ازش نگران هستن این که این مهاجران به قسمت ترک نشین بیان و بافت جمعیتی اینا رو به هم بزنن. به هر حال دیدگاه بسیار جدیدی بود، من خیلی کیف کردم از اینکه یک دیدگاه جدیدی رو دیدم برعکس اون چیزی که من تصور میکردم که مثلا انگلستان و آمریکا متحد خواهند بود و روسیه و چین با هم متحد خواهند بود. من اینجوری فکر میکردم، ایشون معتقد است که اصلا روسیه و آمریکا دارن با همکاری همدیگه در جنگ اوکراین هم با همدیگه دارن همکاری میکنن و جنگ اوکراین فقط به اصطلاح یک عملیات، یک جنگ نیست، یک عملیات نظامیه که برای دستگرمی هست در بین برای روس‌ها و برای اینکه بتواند مرزهای غربی خودش رو تثبیت بکنه. امیدوارم شما هم ازش به برنامه‌اش نگاه بکنید، اگر چیزی ازش یاد گرفتید شما هم بنویسید و با همدیگه بتونیم برنامه‌های دیگه داشته باشیم در این رابطه. من فکر کردم که برنامه قشنگی بود، دیدگاه قشنگی بود در این رابطه. یه مقدار اگه مسائل جهانی رو در نظر بگیریم فکر می‌کنم دیدگاه بدی نباشه. فکر نمی‌کنم که به اصطلاح دیدگاه دور از واقعیتی باشه، فکر میکنم که دیدگاهی باشه که بشه روش فکر کرد، دیدگاهی باشه که بشه بهش بها داد. شما مگه فکر بکنید در این رابطه شاید بتونید نکاتی رو ازش درک بکنید. ممنونم از این که دنبالی کردید برنامه رو، دیدید تا اینجا. امیدوارم که هر جای دنیا هستید موفق و سربلند باشید.